پرونده ظلم های رژیم آل خلیفه علیه شیعیان به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده شد. میشل فورست گزارشگر ویژه سازمان ملل ضمن انتقاد از موانع موجود بر سر راه فعالان حقوق بشر در بحرین و بازداشت فعالان حقوق بشری در این کشور پرونده اقدامات سرکوبگرایانه حکومت بحرین علیه شیعیان را به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاد. گزارش ارسالی میشل فارست به 34 امین دوره شورای حقوق بشر حاوی نمونه های از مظالم سازمان یافته و سرکوب شیعیان در بحرین از جمله انحلال جمعیت های مردمی، تعطیلی سازمان های دینی، ممانعت از برگزاری مراسم دینی و تجمعات مذهبی، ممنوعیت سخرانی علمای شیعه و اقدامات گسترده در سلب تابعیت شیعیان است. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در خصوص موج بازداشت ها،, ها، و بازجویی ها و نسبت دادن اتهامها ها علیه علمای شیعه و مدافعان حقوق بشر و مخالفان صلحجو از سوی رژیم آل خلیفه که تأثیر منفی بر حفظ حقوق بشر در بحرین دارد ابراز نگرانی کرد وی اتهامهای نسبت داده شده به شیعیان از جمله تجمعات غیرقانونی تحریک علیه نظام پولشویی و اقدامات تروریستی خواندن تجمع های و تجمع های دینی و اظهار نظر درباره اعتقاداتشان و از همه مهمتر همکاری مخالفان شیعه با سازمان ملل را اتهامات واهی علیه شیعیان در بحرین دانست فورست تاکید کرد این اتهام های بی اساس نباید به عنوان بهانه برای ممنوعیت آزادی بیان و آزادی جمعیت ها و برگزاری تجمعهای های مسالمت آمیز ها و آزادی دین و اعتقادات تلقی شود گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل به مواردی بسیار از نقض قوانین حقوق بشر توسط حکومت بحرین و بازتاب آن پرداخته است بحرین از سال 2011 میلادی تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی ناشی از ظلم دستگاه حکومتی مواجه بوده که تمام آنها با خشونت سرکوب شده است.